روزنامه نیویورک تایمز بر اساس دستیابی به صدها سند افشا شده از اقدامات چین علیه مسلمانان گزارشی را ارائه کرد که واکنش وزارت امور خارجه چین را در پی داشت. به گزارش شیوز، به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، گونگ شوانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روزنامه نیویورک تایمز را به نادیده گرفتن دلایل واقعی اجرای کمپین علیه مسلمانان قوم اویغور در سینکیانگ متهم کرد. وی مدعی شده که کمپین علیه مسلمانان که با زندانی کردن انبوهی از مسلمانان در کمپ‌های دست جمعی انجام شد، موفقیت آمیز بوده. کمپینی که به گفته سخنگوی امور خارجه چین هدفش پایان دادن به فقر، جدای طلبی و افرادگرای مذهبی بوده است. گونگ شوانگ گفته چین همچنین به عملکرد خود در اجرای سیاست‌هایش در سینکیانگ ادامه خواهد داد. این مقام ارشد دولت چین با این حال اعتبار اسناد مورد استناد روزنامه نیویورک تایمز زیر سوال نبرد. این روزنامه گزارش کرده که این اسناد نقش محوری رئیس جمهور چین در پیشبرد عملیات برخورد با مسلمانان اویغور در سینکیانگ را فاش می‌سازد.